توی برنامه پیشین ما درباره اسناد 28 مرداد وزارت خارجه آمریکا ناتمام ماند. مایل بودم اگر موافق باشید بخش های آتی اون رو هم بفرمایید. چشم. ببینید دوباره من فکر می‌کنم یک مقدمه عرض بکنم که این اسناد اولا همه اسنادی که ما لازم داریم نیست. بخشی از این اسناد به روایت خود سیا گم شده. بخشی از مهمترین این اسناد در واقع گم شده، یعنی اسناد گزارش‌های روزانه سیا از آنچه که در تهران کردن در ماه مرداد. گزارش های دیگری هم هست که ما دسترسی نداریم. در بعضی از گزارش ها اسامی خط خورده، مثلا چند جا گفته که بایستی با روحانیون تماس بگیریم برای اینکه اونها رو بسیج بکنیم علیه دکتر مصدق، اسامی روحانیون خط خورده. پس یه نکته اینه، این گمان که این همه اسناده به نظر من نادرسته. دو، این باور که ما فقط بایستی اسناد آمریکا رو ملاک قرار بدیم به گمان من از لحاظ تاریخی و از لحاظ روش علمی درست نیست. این اسناد بسیار مهمی هستن، اسناد یک عامل بسیار مهم اون اتفاقات هستن، یعنی دولت آمریکا. اسناد انگلیس رو هم باید دید، اسناد ایران رو هم باید دید. اسناد ایران کم اهمیت تر از اسناد آمریکا و انگلیس نیست. چرا جمهوری اسلامی مثلا گزارش های پلیس ایران رو چاپ نمی کنن؟ چرا جمهوری اسلامی یا وابستگان آقای کاشانی گزارش های دفتر ایشون رو چاپ نمی کنن؟ من در این چند روز، در این چند هفته در واقع مشغول انتخاب یه سری از این اسناد زاهدی هستم، اسناد اردشیر زاهدی که شامل اسناد بسیار بسیار مهم پدرش هم میشه، برای اینکه یک کتابی در بیاریم، یه گزیده از این اسناد رو. و همین چند روز پیش یه دفترچه پیدا کردم، دستخط تیمسار زاهدی، فضل الله زاهدیه، و روایت اون رو به صورت خلاصه از این بقایی نوشته. ما قطعا نباید روایت فضل الله زاهدی رو وحی منزل بده. او یه روایته، در کنارش روایت انگلیس هاست، در کنارش روایت امریکایی هاست، در کنارش اسناد حزب توده است. در اینجا اطلاعات عجیبی مثلا در مورد این که حزب توده داره چیکار میکنه وجود داره. کار محقق باید این باشه و کار جامعه ایرانی که همه اینها رو کنار هم بذاریم و سعی کنیم اون تصویر واقعی رو در بیاریم. صرفا این که آقای مثلا روزولت گفته که من این کار کردم برای ما نمیتونه بلاک باشه. صرفا این که اردشیر زاهدی گفته من این کار کردم یا این کار نکردم ملاک ما نمیتونه باشه. ما باید اجزای مختلف رو کنار هم بذاریم، دقیقا مثل یک پازله، تیکه های مختلف رو بذاریم. حالا یه قسمت مهمی از تیکه های آمریکایی رو داریم، تیکه های ایرانی رو هم باید بذاریم، تیکه های انگلیسی رو هم بذاریم، تیکه های حزب توده رو هم بذاریم، دفتر کاشانی رو هم بذاریم. ببینید کاشانی چند بار دیدارهای بسیار مهمی با آمریکایی‌ها کرده. ببینید جمهوری اسلامی دوست نداره اینها بحث بشه، ولی چند بار صحبت شده، یکی دو بار آمریکایی‌ها سعی کردن بهش پول بدن، تو سند گفته که نمیخواد، به سنگه نمیخواد پول بگیره. یه جا مستقیم به کاشانی میگه که ما با هم مبارزه مشترک ضد کمونیستی داریم. آمریکایی‌ها فکر میکنه کاشانی میخواد تیغش بزنه، میگه اگر میخواید ما میتونیم کمک بکنیم. کاشانی میگه نه، کمک مالی من نمیخوام. ولی اسناد دیگری هست که حکایت بر پرداخت هایی داره به روحانیون. تو این اسناد زاهدی اسناد بسیار جالبی در این مورد هست. میدونید یک برخورد جامعه تاریخی به گمان من در عین اینکه از این اسناد استقبال میکنه و استفاده میکنه، اونها رو
آخر خط نمیدونه، بلکه بخشی از یک کار دقیق که مستلزم این است که این اجزای مختلف رو کنار هم بگذاریم. هنوز ما میگم مثلا گزارش های دقیق پلیس یا گزارش های ارتش یا رکن دوی ارتش در اون زمان که همه باید در اختیار جمهوری اسلامی باشه دیگه، چرا اینا رو در نمیارید؟ اینا باقی مانده های دکتر. بله این اسناد باقی مانده. امیدوارم. ما نمیدونیم اسناد دفتر شاه نیست. ببینید در خیلی از این جلسات ما میبینیم که دو سال قبل از اینکه مصدق در علیهش حرکتی بشه، یه دی دارن میگن ما میخواییم کودتا بکنیم مصدق رو بندازیم. انگلیس هم فقط نیستن، یه دی در داخل ارتش نگران هستن. یعنی تلاش برای برانداختن مصدق درست بیش کم بعد از اینکه زاهدی از کابینه مصدق میره کنار و اختلاف داره، و دوباره تو این یادداشت‌ها ما میبینیم که زاهدی اشارات خیلی اجمالی میکنه به اینکه دلیل این اختلافات چیه. میگم هیچ کدوم از اینا رو نمیشه به عنوان، نباید، تاریخ اینجوری نگاه نمیکنه که مثلا اگر مثلا تو یادداشتش تیمسار زاهدی گفته که من به این دلیل این کارو کردم، ما اون رو الزاما نمیپذیریم، ولی اون رو در کنار حرف آمریکایی‌ها میذاریم، در کنار حرف انگلیس‌ها میذاریم، در کنار حرف کاشانی میذاریم. مثلا تو این اسناد اشاره به این است که آیت الله بروجردی نامه‌ای به روحانیون نوشته، نامه‌ای به مذهبیون در مجلس نوشته و گفته که شما باید حسابتون رو جدا کنید. اون نامه چی بوده؟ موضعش در مورد دکتر مصدق چی بوده؟ یعنی اصلا برای من تردیدی نیست که نقش کاشانی در این ماجرا یه نقش کلیدی. آمریکایی‌ها دائم دارن رصدش میکنن، برای اینکه میدونن کاشانی توان بسیج داره. به صراحت میگن که توان بسیج خیابانی کاشانی فقط با توان بسیج خیابانی حزب توده قابل قیاسه. خب اینا چه تماسایی برای این بسیج کردن؟ اینها هنوز جزئیاتش حداقل برای من روشن نیست. خیلی از نکات رو روشن کرده. من واقعا برای اینکه برای خودم خیلی جالب بود و حالا دو هفته دیگه در تورنتو هم قراره در مورد بعضی از این اسناد و رابطهش با کتاب شاه سخنرانی بکنم، اینا رو با دقت خوندم و یادداشت‌های مفصلی برداشتم. مثلا شگفت‌انگیزه هم نکات تازه، جزئیات تازه‌ای که در بر داره، و همین که چقدر مسئله پیچیده‌تره. من یه مثلا مقاله مختصری میخونم از آقای ابراهامیان در مورد این اسناد نوشته. میخوام بگم که میشه این اسناد رو نگاه کرد و قضاوت‌های مختلف کرد. آقای ابراهامیان در اون مقاله، مورخ بسیار معتبری هم هستم آقای دکتر ابراهامیان، میگه که این اسنادی که نگاه میکنیم میبینیم مسئله خطر کمونیسم واقعا مسئله جدی آمریکا نبوده، مسئله نفت بوده. خب من اسناد رو که میخونم دقیقا قرائتم متفاوت از اینه. من میبینم که چقدر اینا از روز اول، از سند اول، مسئله حزب توده و برنامه شوروی و احتمال افتادن ایران به دام شوروی مسئله این هاست. نفت بعدها مطرح میشه و همیشه به گمان من یا ذیل مسئله کمونیسم یا حداقل در کنارشه. دانستن این تاریخ به گمان من، دانستن اون که تا چه حد آمریکایی‌ها سعی کردن آشتی بین مصدق و انگلیس ها ایجاد کنن، تا چه حدی شاه در مقابل تلاش برای برانداختن مصدق مبارزه کرد. یعنی شاه تا روز آخر میگفت من تا راه قانونی پیدا نکنید من حاضر نیستم حکم به عزل مصدق بدم و به نسب زاهدی بدم. این جزئیاتی که تو این اسناد به گمان من به ما کمک میتونه بکنه، ولی اکثر به گمان من تا به حال تا اونجایی که اونایی که من دیدم هر کسی از ظن خود یاره این اسناد شده و فکر میکنه این اسناد روایت خودشون از تاریخ رو توجیه میکنن. به نظر من باید خیلی بیشتر درشون دقت کرد و
اسناد دیگر را در کنارشون گذاشت و از اون در واقع مقایسه انتقادی همه اینها اون حقیقت عارضی تاریخ رو که حتما بعدها با اسناد دیگه عوض خواهد شد بهش رسید. ببینید روزی تقریبا نیست که در این دوران شاه یه ملاقات مهمی با یه نفری نکرده. تو این اسناد میبینید، از مصدق بگیرید تا قوام السلطنه بگیرید تا زاهدی بگیرید، فضل الله زاهدی بگیرید، با هندرسون بگیرید. خب ما روایت آمریکایی‌ها از این دیدارها رو داریم، یه روایت هم حتما تو دفتر شاه هست. شما هر وقت بخواید ببینید در یه جلسه چه اتفاقی افتاده، همین دیروز آقای ترامپ با آقای برژنف دیدار کرده، هنوز چی نشده. ما دو روایت کاملا متفاوت داریم از اینکه در اون جلسه چه گذشته. چهار نفر هم تو اون اتاق بودن. برژنف مذارم میخوام لغزش فرویدی بود. پوتین. ما روایت مختلف داریم دیگه. ما که نه روایت تیلرسون رو باید بپذیریم، نه روایت ترامپ شفاهیشو، نه پوتین و نه لاوروف رو. باید یک مجموعه از این نارو نگاه بکنیم. در مورد ایران هم این صدق میکنه. ما چرا فکر میکنیم آمریکایی ها هرچی که میگن یا دروغ مطلقه اونچنان که آقای خامنه ای مثلا میگه، یا حقیقت مطلقه اونچنان که طرفدارای این اسناد میگن؟ بخشی از واقعیت در این هاست، بخش مهمی از واقعیت اسناد درجه یکیه، در کنار اسناد درجه یکی دیگه باید نگاش کرد، همراه اسناد درجه یکی. خب آقای دکتر، این مقدمه بود. مطالب دیگری هم هست در باب اسناد؟ خیلی مطلب هست. من واقعا میدونید من این مقدمه رو گفتم برای اینکه فهم کنم هر کدوم از این اسناد رو آدم به جزئیات اگر در موردش صحبت نکنه، یا مهمترینش، بعضیش خوب تکراری هستن، بعضیاش مثلا مذاکره هستن. در مسئله قضیه سی تیر مثلا بگیم، در سی تیر شگفت‌انگیز نقش آمریکا در این ماجرا، نقش کاشانی در این ماجرا و نقش شاه در این ماجرا. یعنی پیروزی مصدق در سی تیر بدون تزلزل شاه به نظر من بر اساس این اسناد، میگم اسناد دیگر هم باید دید، ولی بر اساس این اسناد کاملا نامیسر میبود. شاه به جای اینکه از قوام حمایت بکنه، میاد با سران جبهه ملی دیدار میکنه و به اونها میگه که من اجازه نخواهم داد ارتش و نیروهای انتظامی علیه شما در تظاهرات شرکت کنند. یعنی جبهه ملی نیروهاش شرایط در شرایطی میاره که با شاه جلسه مخفیانه داشتن، در شرایطی که شاه بایستی با قوام دیدار میکرد با سران جبهه ملی دیدار میکنه. خب اینا جزئیات خیلی مهمی است. خیلی از سلوکی که آدم در هول و هوش 30 تیر و هول و هوش 28 مرداد، از 20 مرداد به بعد در شاه میبینه، دقیقا همون سلوکی است که در آستانه انقلاب هم میبینه. یعنی یه تزلزل، تردید، دائم نگران این که آمریکا و انگلیس چی میگن، میخواد حتی اکثر سعی کنه تنش‌ها رو یک کمی کمتر بکنه، حاضر به استفاده از ارتش نیست. پس نقش تعادل بخش داشته شاه توی این ماجرا که نقش، ببینید نقش تو ماجرای سی تیر که قطعا هم آمریکایی‌ها هم انگلیسی‌ها میگن نقشش تعادل بخش نیست، نقشش تزلزل آفرین بود، چون تزلزل داشت و در این حال نمیخواست خشونت بشه و در این حال از قوام السلطنه هم خوشش نمیاد، بهش بدبین بود. و دوباره اگر فقط بدبینی شاه در مورد قوام رو در این اسناد نگاه بکنیم، واقعیت تاریخی رو در نظر نگرفتیم. خب قوام به نظر میرسه در 46 میره سعی میکنه با شوروی، با حزب توده علیه شاه بسازه. تو اسناد دیگه اگر نگاه بکنید، به محض اینکه قوام بر میگرده، سفیر آمریکا بهش میگه که ما شنیدیم که شما یه چنین کاری دارید میکنید. یعنی مسبوق به اون سابقه بوده
و با اینکه آمریکا فشار میاره به شاه، انگلیس فشار میاره به شاه که شما از قوام حمایت بکنید، شاه از قوام حمایت نمیکنه. بعد دوباره من یه بچه کاشانی رو گفتم، یه بچه دیگه کاشانی اینه که با سفیر آمریکا دیدار میکنه تو هم یک بعد از سیتی، به سفیر آمریکا میگه که شما در سیتی از قوام حمایت کردید و در امور داخل ایران دخالت کردید. هندرسون میگه نه ما چنین کاری نکردیم. خب هندرسون داره دروغ میگه، واضحه که دخالت کردن، به شاه فشار آوردن که از قوام حمایت بکن، قبلش با قوام دیدار کردن، فکر میکردن قوام یه راه حلی است علی مصدق. هندرسون آشکارا، ولی کاشانی پافشاری میکنه، کاشانی پافشاری میکنه، هندرسون پیغام میفرسته که اگر کاشانی بخواد پافشاری بکنه به مصدق پیغام میفرسته، من برمیگردم آمریکا و سفارت رو ما برای مدتی بدون سفیر میگذاریم. مصدق برای هندرسون پیغام میفرسته که شما به هیچ وجه نرید، ما نمیخوام که شما برید. یعنی مصدق هم دلش میخواد سفیر آمریکا باشه، مصدق هم با سفیر آمریکا مرتب دیدار میکنه و خطر کمونیسم رو گوشزد میکنه. یعنی یه بازی شطرنج پیچیده‌ای داره در اینجا اتفاق میفته، ولی تو سیتیر و بعد در راه 28 مرداد پیچیدگی های مسئله و نقش شاه دوباره در اینجا کاملا به قول شما اعتدال بخش. یعنی شاه دائم میگه که من کودتای نظامی نمیخوام بشه علیه مصدق، من دستور عزلش رو نمیدم. بهش در یه مقطعه میگن که خب تو که حق انحلال مجلس رو داری، مجلس منحل کن، در دوران فترت هم که حق عزل و نصب داری، اون وقت مصدق رو بردار. میگه نه، باید یه راه قانونی دیگری پیدا بکنی. خب میدونید این نقش بسیار جالبی است و متفاوت از اینایی است که میگن شاه نمیدونم دست نشانده آمریکا بوده یا آمریکا هر کاری میخواسته تو ایران میکرده. در اون زمان که شاه هم خیلی قدرتش کمتر از مثلا 75 بوده، آمریکا هر کاری که میخواسته نمیتونسته بکنه، خیلی کارا میکرده، به خیلی روزنامه نگارا پول میداده، به خیلی آخوندا پول میداده، همه اینا تو اسناد هست، اسامیشون نیست، ولی پولایی که میدن و نشانه که میدن همه هست، ولی باز هم نمیتونن همه کار بکنن. خب آقای دکتر، در این زمینه اگر باز هم نکات هنوز روشن نشده ای هست بفرمایید. نکات هنوز روشن نشده خیلی هست و خیلی هم خواهد بود. یه واقعا میگم، برای اینکه ببینید ایران فقط در مورد ایران نیست، ببینید ما اینو فقط در مورد ایران که به هر حال میگم بخشی از اطلاعاتش در دست دولت جمهوری اسلامی که چاپ نمیکنه، بخشی شاید گم شده، اسناد دفتر شاه رو نداریم. تو آمریکا، ببینید تو آمریکا مسئله قتل کندی که تو فیلم هم هست، رو فیلم هم دیدیمش، چندین صد ساعت کنگره چیز کرده، نسبتاً هم آزادی است، هنوز در موردش اختلاف نظر است، ناروشنی های هنوز باقی است. این که ما فکر کنیم حتما میشه یه شبه اینو حل کرد یا یک مجموعه اسناد میتونه اینو حل بکنه، به نظر من امید واهی است. من فکر می‌کنم بهترین راه اینه که یک ذهن آدم باز کنجکاوی داشته باشه، حداقل برای من فکر می‌کنم تنها راهش اینه که دائم این اسناد جدید رو آدم بسنجه و نظراتی که قبلا فکر می‌کرده وحی منزل هستن یا درست هستن در پرتو این اسناد بازبینی و در واقع تجدید نظر یا تدقیق نظر بکنه. این جلد این کتابم که الان هست دوستان، من در اون حساب توییتری هم یکی دو بار این آدرس گذاشتم، شما همه این اسناد به رایگان از طریق اینترنت قابل دسترسیش، همین FRUS 95 54 و اون زیرش رو بنویسید میبرتون به یه سایتی، تمام این اسناد رو تقریبا 1000 صفحه رو
میتونید به رایگان کپی بگیرید و میتونید به خیلی راحت جستجو بکنید. مثلا اسم کاشانی رو بدید، اسم شعبان جعفری رو بدید، اسم اردشیر، هر اسمی رو که بدید فوری بهتون تمام جاهایی که اون اسم مذکور در این اسناد هست، در این 375 سند هست دیگه، 1000 صفحه، بهتون روشن میکنه کجاست و خیلی راحت میشه کار تحقیقی دقیق کرد. خیلی ممنون آقای دکتر.